بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اثر اخلاص، اثر ارادت، محضر شریف شما بینندگان عزیز، پیروان مکتب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، بینندگان شبکه جهانی امام حسین، تماشاگران برنامه بینات، سلام عرض میکنیم. سلام ما رو بپذیرید. عزیزان بیننده، بحث متمرکز هست درباره ولایت و امامت و سعی میکنیم به مسئله ابلاغ امامت بپردازیم. بدیهی است که پرداختن به این بحث حواشی و مقدمات و تمهیداتی میطلبد که چه بسا اگر بحث رو از آغاز ندیده باشید متوجه مطلب نشید. ما از استاد مؤذن درباره امامت و ولایت پرسیدیم و ایشون مطالب متنوع و لطیفی فرمودند، اسراری که میتوان در رسانه گفت طرح کردند که بنده قاصرم از این که بتوانم خلاصه از این مطالب رو محضر شریف شما عزیزان بیننده بگم. برای ما فرمودند که بحث ولایت فراتر از این است که ما بتوانیم آن را دریابیم. سند هم اشاره فرمودند، رسول خدا فرمود خدا و علی رو جز من کسی نشناخت، من رو جز علی خدا کسی نشناخت، علی رو جز من خدا کسی نشناخت. همچنین بحث های دیگری با همین موضوع، موضوع امامت طرح فرمودن، این که اصلا امامت آغاز جهان هستی است. این کلمه هستی رو توی گیومه بگذارید، بولد کنید که مصرانه بر این مطلب اصرار میکنیم. جهان هستی با ولایت آغاز شد. نیز فرمودند که کلام اهل بیت رو و به تعبیر صریح‌تر استاد حدیث اهل بیت رو هر کسی در نمییابد مگر آن که فرشته مقرب یا رسولی که آزموده شده باشه، خاص باشه، یا مؤمنی که خدا قلب او را برای این موضوع امتحان کرده باشه. البته این روایت شکل‌های دیگری هم دارد که در قسمت قبل بحث شد. ولایت فراتر از حد تصور ماست. اینجاست که باید گفت الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا رو شکر میکنیم که ما رو بر این هدایت کرد. این که ما خودمون رو در سایه‌سار نخل ولایت بدونیم، این که ما خودمون رو در مسیر وزش نسیم دلنواز ولایت و امامت قرار بدیم، وگرنه در که ولایت کجا و ذهن قاصر ما کجا. دیدید عزیزان بیننده، گاهی وقتا سیبی رو باز میکنی توی اون سیب کرمی هست، این کرم از کجا میدونه که این باغ از کی بوده؟ از کجا میدونه که بهار چیه، تابستون چیه، زمستون چیه؟ اصلا از کجا میدونه که انسان چیه؟ از کجا میدونه که کشاورز کیه؟ از باب طنز از من بپذیرید، از کجا میدونه کامپیوتر چیه، ماشین چیه و خیلی مسائل دیگه، فیزیک چیه، شیمی چیه؟ ما همون سیبیم که دایره نگاه ما درون اون یک سیبه و زمان فهم ما زمان خاصی است که این سیب برسد و قبل از این که پلاسیده شود حیاتی داشته باشیم. دایره ولایت بسیار وسیع است که جز خدا و رسول خدا و اهل بیت کسی آنها رو
کسی این آموزه را نمیفهمد و البته مؤمنینی که خداوند قلب آنها را آزمود. همچنین از جابر جعفی رضوان الله تعالی علیه به اشاره سخنی به میان آمد و مباحث دیگر که من معذورم از گفتنشون به دلیل اینکه وقت محدود است و نمیخواهم شما را محروم کنم از فرمایشات استاد معذر. ضمناً بی ادب نیستم که استاد رو به این شکل خطاب میکنم، تکلیف کردم بر من که از القاب بپرهیزم. پس از طرف شما عزیزان بیننده و خودم محضر استاد سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. در خدمت شما هستیم. البته رسم بر اینه، آقایون رسانه‌ای میگن اول باید به بینندگان سلام کرد. ما هم خدمت همه عزیزان بیننده که محب امیر علیه السلام تا وجود مقدس امام زمان هستن عرض میکنیم سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم الحمدلله تبع الهدى. عرض میکنم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. مطالبی که در قسمت اول عرض شد بگذاریم، من حالا به ذهن سیده یه اضافه فرمه. چون در باب خود قدیر، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، القدیر رو نوشته، ابقات صاحب ابقات، ابقات رو نوشته، دلال و صدق میرحامد حسین، دلال و صدق مرحوم مزفر، احقاق الحق حق مرحوم توستری شوشتری هستش و کتاب ها زیاد نوشته شده، شبهای پیشاور هست که اثبات ولایت. اما یه چیزی که بایدم باشه، این چون این قدم اول هست مخصوصا با شبهاتی که امروز میشه، منتها اون چی که بعد از این قدم باید برداشته شد که اون قسمت اول عرایز ما اشاره به اون بود، اینه که ولایت چی چیه، شؤوناتش چی چیه و اون حرف هایی که مطالبی کرد شد در همون باب. لذا در معانی الاخبار شیخ صدوق همون باب اولش حدیث سوم ظاهرن، جای دیگه هم هست، حضرت فرمود حدیثون تدری خیر من الف حدیثن تری. یه حدیث رو معناش رو بفهمید، معناش رو بهتر از اینه که هزار حدیث گفته بشه. منظور از معنا یعنی درک. بله درکش. مطلبی که حالا به ذهن رسید اگر اجازه فرمود، چون در مفاتیح دعای هفته است زیارت هفته که روزها تقسیم شده اونجا هست، روز جمعه خطاب به وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف است که عرضه می‌داریم السلام علیک یا عین الحیات، سلام بر تویی که سرچشمه حیات هستی. امام زمان سرچشمه حیات، مسلما از این سرچشمه چیز مرده بیرون نمیاد، حیات حیاته، یعنی عوالم وجودی سراسر حیات، شعور، علم. ما اختر بحث‌های زیارت جامعه‌مون که به ارکان البلاد رسیدیم، ائمه یکی از شؤوناتشونه که ارکان البلاد هستن. بلد در لغت به کف دست گفتن بلد، بین دوتا ابرو گفتن بلد، اونجایی که شطور سینشو میگذاره گفتن بلد، به یه قسمتی از سرزمین چه آبادش چه خرابش بلد گفته، الا بلد میت. خدا به پیغمبر خطاب میفرماد که و انت حلون به هذا البلد، در سوره بلد. بله، وقت اونجا که داره انت به ها و انت حلون به هذا البلد، خب یه معناش اینه که تو فرود اومدی در مکه، یه معنای احتمالی هم داره که انت حلون به هذا البلد، جسم مطهرشون یه بلدی. و برداشت میشه که وجود بشر، حالا تا جماداتش حرف بزنیم تا نبات، هر ذره ای از ذرات عالم وجود یه بلد هستش، چه از ذرات میکروسکوپی تا ذرات تا ماکروسکوپی، همه بلد هستن. یعنی چشم من و شما، گوش من و شما از میلیارد ها بلد تشکیل شده، هر گلبول سفیدی سرخ یه بلد هستش برای خودش و یه عالمی باز برش داره، برای خودش داره و یک باز جنبنده ای هست. در سوره مرکه هود که از آیات اینه که غیر از آیشش که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، داره که
ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. خدا ناصی را در تفسیر منهج معنا کردن از تفاسیر که موی پیشونی کنایه هست، هر جنبنده ای به ید قدرت الهی تدبیر امورش میشه، به ید خدا تدبیر امورش میشه. که حالا ما نشانه تسلیم محض بله، یکی تسلیم است بله. بعد دابه، خب ما به ذهن مرسه انسان حیوان دابه است، درسته، در حالی که خود انسان خود حیوان از میلیاردها میلیارد دابه تشکیل شده و اینه که آقا بشر اولی و آخری جمع بشند و تا امروز نتونستن و نمیتونن نکنه وجود رو چی همون ظاهر رو، به خاطری که روایت داریم در توحید صدوق فرموندش که و جای دیگه کنه از کنه عظمت خدا کسی چیزی سر در نمیاره، و در دعای شریف کمیل که از خضر نبی علیه و علیه السلام هستش داره که و به عظمت کلتی ملعت کل شی، هر شیئی شالوده وجودش اساس وجودش عظمت خداست، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء تو ارکان رکنهای هر شیئی رو پر کرده، لذا نمیشه ماده رو، لذا حرفایی که حالا من وارد این بحث نمیخوام مفصلش بشم، ولی چیز خوبیه که انسان بفهمه ماده چی چیه. از 1920 که فیزیک کوانتوم به بعد بوده، یه وقت این روایت رو خونده میشد که وجود مقدس مولا علیه السلام در یه شب در 40 مجلس بوده، بعضیا میخندیدن، در حالی که در فیزیک اثبات شده خیلی ساله یک ذره در آن واحد از دو نقطه عبور میکنه. لذا اول میگفتن ذرات نشکن، اتم هم که گفتن چون واحد پول یونان بوده دیگه خرد میشه از این نمیشه نشکن بوده، بعد در نه شکست نمیدونم الکترون و پروتون و بعد دوباره نوترون و بعد نمیدونم ذرات بنیادین، همینطور قصه ادامه داره، یعنی این جایی ختم نمیشه که ذرات وجود رو به این رسیدن که آقا دو تا ذرات رو هماهنگ میکنن، به اصطلاح میتنن در هم، به فرض میلیاردها سال نوری اینا رو بینشون فاصله میندازن، اگر این جرم پیدا میکنه اونم جرم پیدا میکنه، کاری که در این انجام میشه در همون آن میلیاردها سال نوری. لذا اول گفتن ماده است، بعد گفتن انرژی، بعد حرفای دیگه زدن، امروز فهمیدن که آقا سراسر ذرات وجود همون ذرات عالم به خیال ما بی جان، تا چه رسه به نبات و انسان و حیوان، اینا حیات داره، شعور داره، علم داره، میفهمن که ذرات حیات داره، شعور داره، علم داره. لذا اون بحثی که داشتیم در عرض ولایت بر اشیا همینه، یعنی اشیا... جهان تنظیم است، بله، یه نظم خاصی داره که اگر از این نظم خارج بشیم میتونیم اسمش بذاریم معصیت. یه مطلب دوم، برای مخالفت یا انحراف دادن ذهن مردم دنیا پیروان شیطان، که من متقصدم روی این تعبیرم، پیروان شیطان به عنوان مخالفان پیروان خداوند رحمان آمدن، روی موضوع منشأ انواع و قصه داروین خیلی کار کردن، خیلی، به خصوص اخیراً، که این قصه داروین میتونه یک فکری باشه موازی کسانی که میخوان از مجرای فیزیک و علم به توحید برسن. بله. ادامه فرمایید. اون وقت بعد خود اینها اومدن گفتن توی همون ذرات اتم، ریزترین ذرات، طبق تعریفایی که گفتن ما کردیم، خودشون میان آقا ما چند درصد عالم ماده رو بلدیم اسم روش بذاریم، باقیش اصلا بلد نیستیم اسم روش بذاریم. لذا آمدن در ذرات اتم یه چیزی موافق جاذبه عمومی، اما سر در نمیارن چی اسمش گذاشتن ماده سیاه یا تاریک. 22%، 70 خورده درصد مخالفت میکنه با جاذبه عمومی. شما یه دوتا هم رو با هم نام رو به هم نزدیک کنی، باید نزدیک دفع کن. اینکه شما نزدیکشون میکنی معلومه یه قدرتی، قدرت شما بیش از ایناست. ولی در درون اتم ذرات مثبت میبینیم همه با هم اسلام میگن چسب، اینا با هم برادرونه، با هم دارن یه قدرتی داره ورای حرفا، لذا اسمش گذاشتن انرژی تاریک و انرژی سیاه. یعنی خود اینا میگن ما عالم ماده رو چند درصدش بیشتر عرض کنم خدمت شما نشناختیم.
و این فراتر از کره زمین. بله کلن کلن ذرات عالم ماده، حالا سیاه چال چیز یه چیزی که به اندازه نخوده با چه قدرتی اجسام حتی نور رو در خودش حل میکنه. حرف اینه که وقتی ما میگیم، عرض کنم خدمت شما، که به امام زمان خطاب میگیم السلام علیک یا عین الحیات، در همه ذرات وجود که شعور دارن، علم دارن، حیات دارن، ولایت تبلور کرده، ولایت امیرالمومنین، ولایت اهل بیت که ولایت خدا باشه تبلور کرده. و باز حالا یه بحثایی که باید در سر جای خودش بشه در رابطه با وجود مقدس امام حسین، که در کتاب شریف کامل الزیاره باب 55 حدیث 3 که امام صادق فرمود من اراد الله به الخیر قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارته، که این من ما ابتدا ذهنو میره توی انسان و جن و ملک، در حالی که من نه. در سوره مبارکه الرحمن یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، حالا هر یوم چه معنا شأن، همه ممکنات، همه مخلوقات ممکنات دست گداییشون به طرف خدا دراز هستش، سائل هستن، وجود رو میخوان. و لذا این من یه معنای بسیار گسترده ای داره. یا الحمدلله رب العالمین، جمع مذکر سالم، دلالت بر ذوال عقول میکنه. بعضن هم فرمودن از باب قلب است، ما خیال میکنیم کم لطفی شده. همه اوال، همه ذرات بلد هست، همه ذرات عالمه، همه ذرات دابه هستش، باز همه ذرات ملکیست، ملائکهی دارن، ملکی دارن که نگهبانشون هستن، تدبیر امورشون عالم ملکوت، و کل این ذرات وجود بهشون عرض ولایت شده. ما برداشتمون اینه که نبات بیش از جماد ولایتی تره، خدایی تره، حیوان همینطور، بعد انسان، ملک، تا میرسه به اون انسانهای مؤمن، مؤمنین، اون انسانهایی که غیرمون هستن، جسمشون، خودشون، روحشون خرابه خباست، اما جسمشون بله جسمشون یه جسم به اصطلاح چیزی. اینه که عوالم وجودی، عرض من اینه که هرچی قربشون، قرب الاللهشون بیشتر میشه، بهرشون از ولایت بیشتر هستش. لذا اونایی که اهل آسمون دومن بیش از اهل آسمون اول ولایتی ترن، امام حسینی ترن، آسمون سومی ها بیش از دومی ها، چهارمی ها بیش از سومی ها، و همینطور برو تا عرش و کرسی. این که در زیارت عاشورا است، یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت مصیبتی که به سماوات علا جمیع اهل سماوات، نکته اینجاست، جمیع اهل سماوات، ضمن این که این زیارت هم حدیث قدسیه بله، حدیث قدسی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، از آبای گرامش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از جبرئیل، عن الله تبارک و تعالی. حال ممکنه کسی هم شبهه بشه که اگر از خدا هستش حدیث قدسی، چطور میگیم اللهم انی اتقرب الیک؟ کسی شبهه نداره که سوره مبارکه هم کلام خداست، پس میگیم تو کلام سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، کلام کلام خداست اما زبانه بشر هستش. لذا زیارت عاشورا همینطوره، کلام کلام خداست، منتظر بعضنش از زبان بشر هستش. اینه که عرض من همین یک کلمه، این که روز وجود مقدس امام زمان که عین الحیات هست، سرچشمه حیات هست، و باز تو اون دعایی که بسیار از اون دعایی بسیار قشنگه، بلد الامین کفمی صفحه 411 چاپای قدیم نقل کرده مرحوم مجلسی در بهار جلد 90 ذکر و دعا صفحه 254 خیلی 74 54 زاره نقل کرده، و به اسم که الذی خلقت به الحیات من مشیت کل ازما، وقت این باید دیگه جمع بشه که نحنو المشیت، نحنو بازی روایت دیگه وعاء مشیت، وعاء مشیت، ظرف مشیت ما هستیم، و حالا حرفایی که دیگه باز برمیگه در ولایت تکوینی. اینا حرف اینه که این که قدیر این همه اهمیت داده شده، ولایت این همه اهمیت داده شده، ما نودیه بشه، این که ما نودیه بشه، نودیه بالولایه، این به خاطر اینه که ولایت اصل و اساس عالم خلقت هست. آقا دلم نمیاد این حدیث رو نخونم، برای دلمون حداقل. و
ولایتی لعلی احب و الی. بله، این از امام صادق خیلی حرف داشته لطیف که امام صادق فرمود ولایتی لعلی لامیر المؤمنین لامیر المظهران بعد لامیر احب الی من ولادتی من لأن ولایته فرض و ولادتی منه فضل. باز مثلا روایتی دیگه است که وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام در سجده نماز گریه میکرد که اللهم از خودش صاحب ولایت لا تسلبنی از من نگیری ولایت محمد آقا صلی الله علیه وسلم رو. لذا اون چه درس آموزیش هم بله درس آموزی بله حال این حال دیگه حال اون بازی حرفای دیگه است بله بله این که علی حال این ولایت یه مسئله است که خدا در باب ولایت کوتاه نمیاد. یعنی ما دو تا در قرآن کریم ظاهرا که تو ذهنم هست مونده که فرمود خدا هر گناهی که مادون شرک میامرزه اما شرک رو نمیامرزه باز نمیامرزه اونم که میامرزه بره چه کسانی کسانی که پیرو از امیر علیه السلام. بعد شرک چی هستش؟ فرمودن شرک در ولایت امیرالمومنین، شرک در ولایت. روایت در امالی شیخ که حضرت فرمود که لما اسری بی الاسما وقتی که به معراج برده شدم فکنت من ربی که قاب قوسین او ادنا وقتی اون حالت رو داشتم که این خودش خیلی حرف دیگه باز کردنی هم خیلی دنا بعد کلمش در این دنا یعنی نزدیک شد فتدلا نزدیک. فا تدلا رو یه معناش هم قربه یه معناش نه آویختنه که این خودش باید رفت چه معنایی بشه که معنای غلطی هم نشه آویخته شد به خدا یعنی چه یعنی چه میشه گفت همون معنای آویختگی و دلال هم درش هست چه معنا دنافت دلا بعد فکان قاب قوسین او ادنا بعد به مقام قاب قوسین او ادنا رسید فاوها و الابده ما اوها اون قصه ولایت وجود مقدس خداوند به پیامبر فرمود در روایات هم هست فرمودش که 120 مرتبه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم معراج فرمود و در همه این معراج ها سفارشی که به ولایت امیرالمومنین داشت بیش از سفارش به سایر فرائض بود. علتش هم اینه که یه روایتی باز عرض کنم که مطلب و بازش مو روایت در جای مختلف هست فضائل شازان ابن جبریل هست مقدمه تعبیر آیات هست به هر خیلی جا هستش خیال میکنم تو بسار سخت بشه آیات ظاهرا مفقود شده نه تعبیرات ست شریف الدین هست تعبیرات های متعدد داریم بعد امام صادق فرمود نحن اصل کل خیر ما اصل و اساس و ریشه هر خیلی هستیم و من فروعنا کل بر از شاخ و برگای ما هر بری هست خوب. و من البر التوحید توحید نه خدا یعنی خدا رو به وحدانیت شناختند خدا رو به وحدانیت شناختند خداشناسی هر کسی میخواد باید به درخونی اهل بیت چرا ولایت رو چون اینا بنا عرف الله بنا عبد الله بنا وحد الله من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم خداشناسی صحیح در خونه اهل بیت من وارد کتابای غیر شیعه نمیخوام بشم بحثای سری در صحیحین از مرحوم صادق محمد صادق نجمی کتابای دیگه هستش القدیر و کتابای دیگه که هستش نقش دم ائمه در احیاء دین و کتاب دیگه که اونجا میگه کتاب توحید صدوق رو ما داریم اونها کتاب توحید ابن خدایی مدار حرفایی که در اون کتاب از کجا بله ابن تیمیه که تا حرفش از اونها گرفت از روایات گرفت ابن تیمیه از روایاتی که خصوص باید... از احمد ابن حنبل و محمد ابن احمد ابن اینا که حرفاشون از اونها گرفتن در حالی که باید در خونه اهل بیت بیان تا خدا رو اهل بیت معرفی کنن اسماء صفات ذات نفی صفات صفات فعل و اون حرفایی که در لذا اگر خدا ولایت چرا اهمیت داده میشه اینکه اگر ولایت کسی داشت باقی اعمالش قبول میشه کسی ولایت نمیشه هیچ عملش من یه روایت از حالا بحث روایتی از کتاب چیز بخونم مناقب خوارزمی صفحه 67ش این چاپ مدرسین از خیلی سال پیشه 20 سال پیش چاپ کرده صفحه 100 خوردهش هم هست ینابی المودة قندوزی قندوزی هم من دارم از چاپ البته بنبیه اونم هست جای دیگه هم هست که فرمود که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قوم نوح فی قومه اگر یه بنده مثل اون مدتی که نوح در قومش بود اقلش 950 سال بیشتر هم گفته شده
خدا رو عبادت کنه. و مد فی عمره یا عمره، چه دوتاش درسته، حتی حج الف عام علی قدمیه. اون این هزار سالی بی گناه، بله، عبادت و حج، بله، همین هزار بارم پیاده، انقدر عمرش طولانی بشه که هزار حج با پیاده بره. ثم کان له مثل احد فانفقه فی سبیل الله، بعدش به اندازه کوه احد طلا داشته باشه که در راه خدا انفاق کنه. ثم قتل مظلوما بین الصفا و مروه، آخر امرم به طور مظلومانه بین صفا و مروه کشته بشه. ثم لم یوالک یا علی، اینه بفرمایید، توی مدت هم هیچ گناه بله نکرده. بله، بعدش هم ولایت رو نشه، لم یشم رائحت الجنه، اگه ولایت علی رو نداشته و لم یدخلها، این بوی بهشت رو نمیشته. این روایتیست که مناقب خوارزمی نقل میکنه، یه نابی المبده غندوزی و کتابای دیگه شون نقل کردن. چراش رو میخوام عرض کنم؟ به خاطر که آقا وقتی در خونه کسی اهل بیت نیاد کج میره، همون خدا رو میگه، منتها این خدایی که اون میگه در حقیقت همون بت پرستی سابقش، اسمش عوض کرده. شما نگاه کن، اون چه جنایات از سقیفه به بعد شد همه به اسم خدا شده، هیچ جا به اسم غیر خدا نیست. کارهایی که شد، کارهایی که کردن، همه به اسم خدا شده. تو کربلا وقتی که این جنایت عظما رو کردن، تو بعضی از مقاتلی ازش که سه تا تکبیر گفتن، نظام شعار عرب میگه اینا، الله اکبر گفتن و عرض کنم خدمت شما که تکبیر رو ذبح کردن. وقتی شم جنایتش تموم شد گفتن سر مقدس امام حسین بالا نگون، گفتش وقت فضیلت عصر و از این شما میره مکه یه پشه میشن رو دستش، بله، همینه. میره فتوا من توی مکه هستم یه جاندار کشتم، بله. حکمش چیه؟ که اونم در جواب گفت، شما گفت حسین پسر فاطمه رو کشتید، سوال نکردید. منظور اینه که آه کسی که در خونه اهل بیت نیاد، خداشناسی بود از طریق اهل بیت باشه. آقا زمین میخوام بگم که دناعت و زلالت انسان تا کجاست؟ گاهی وقتا همین قصه که فرمودی، بله. بله، اهل بیت، بله، همین این که همه صحبت ولایت میشه، ولایت یا قلنا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و سویتی داره دیگرشون زویل قربا کی هستن، وجود مقدس مولا و صدیقه طاهر امام حسن و امام حسین علیه السلام هستن، اینا نه به خاطر که داماد منه، برادر منه، دختر منه، نوه من، نه اینا نیست، به خاطری که راه کمال بشر، سعادت بشر در اینه که بیان در خونه اهل بیت، خداشناسی رو باید از در خونه اهل بیت یاد گیر، اخلاق و رفتار اجتماعی رو باید از در خونه اهل بیت یاد گرفت. حقیقتا نهج البلاغه بین شیعه هم مظلومه، کمتر مردم رجوع به نهج البلاغه میکنن. کتاب شریف کافی، اصول کافی واجب تو هر خونه باشه. حالا اون بحثای سختش رو من باب عقل و جلش هست، کسی به اندازه فهمش، باب حجتش هست، کتاب توحیدش هست، روایات سختی بعضنش مشکله، ایمان و کفرش، خصوصیات اخلاقی رو، ایمان و کفر تمام سر خصوصیات اخلاقی سر، تواضع، تکبر، تندخویی، رفق، بله بله، جز دو سه باب اولش، بله، همین عرض میکنم، غیر دو سه باب اولش که روایات تینته که سهمش فهمش سخته، بقیه تو منش اجتماعی اخلاقیات. حیفه که ما اینها رو نخونیم، مطالعه نکنیم، به اندازه فهم خودش آدم نبینه و بعد عمل نکنه. منظور ارزم اینه که این همه استفاده شده، ما از اون شعونات اهل بیت عرض کردیم و ولایت، اینه که در خونه اهل بیت اگر کسی نیاد، دین رو اگر کسی میخواد بفهمه باید بیاد در خونه اهل بیت. شیوه عملی اهل بیت اینه که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی، بعد اینا از هم دیگه جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوز، به خاطری که اونایی که مخالفین گفتن حسبنا کتاب الله، وقتی کتاب خدا باشه محکم داره، متشابه باشه، میشه آیه مثل خمیر بازی هر جوری خواستی معنا کنی، اما وقتی این قرآن یه مفسر داشته باشه، یه مبین داشته باشه، یه الگوی عملی داشته باشه، این دیگه کسی نمیتونه آقا خلاف کنه. وقتی بگیم آقا ما غیر از قرآن کریم، سیره پیغمبر خدا، سیره 14 معصوم، اینا که عامل به قرآن بودن
معلم حقایق قرآن بودن، اینا وقتی اینا رو در کنار هم بگذاریم دیگه کسی آقا به انحراف نمیره، نمیتونه خلاف کنه بره دو روزه دنیا جنایت کنه و اون چی که در سقیفه و بعد از شهادت پیغمبر واقع شد، بنی عباس بوده، بنی امیه بوده. و اینه که این همه منظور اینه که همه هی ولایت 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 سفارش میشه، نه اینکه فقط حالا اون بحثایی که در قسمت اول بود، عظمت نمیدونم مقام نورانیت اهل بیت و شونات اهل بیت، اینا فقط تموم نمیشه. اونی که هست اینه که به خاطر که این الگوی ما هستن، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا اسوه حسنه ما هستش، الگوی ما پیغمبر، الگوی ما 14 معصوم علیه السلام. اگر کسی بخواد در دنیا در آخرت با آرامش زندگی کنه، سعادتمند باشه، راهش اینه که باید به درخونی اهل بیت، از اهل بیت خدا تعریفی که بره خدا شده، از اهل بیت باید سوال کرد، آیات رو باید اهل بیت علیه السلام تفسیر کند، منش زندگی، اخلاقیات، رفتاریات. ما تو حتی توی قرض دادن، قرض گرفتن، در کوچکترین مطالب اخلاقی ما هم روایت داره. بفرمایید قبل از این که انسان به دنیا بیاد، بله، تا بعد از این از مرگش، بله بله. لذا اگر غزالی کتاب سر العالی من از زوباشار توش حرف زدن، اونجای حرفی که میزنه وقتی که شیعه میشه، بعضی ها معتقدن شیعه شده، بعضی ها معتقدن شیعه نشده، مرحوم فیض در مهجد بیضا معتقد شیعه شده، حالا من کاری به اختلاف بین حرف آقایی ندارم، ولی خود ایشون میگه که من شیعه شدم به خاطر این که رفتم دیدم که در باب دستشویی رفتن 40 دستور دین ما داره، مستحباتش، مکروهاتش، واجباتش. آیا میشه در امر ولایت، امامت، رهبری دستور نداده باشه؟ نمیشه. لذا خیلی حرفه. یه وقتی یه کسی کتاب خوندم شیعه شده بود، وقتی خدا هم خود مصری نور تو دل کسی بتابونه میتابونه، کتابم خیلی خونده بودی، اما گفت من یه روز نشسته بودم بغل مغازه، هم مغازه یه دوستانه، مغازه بغلی میخواست بره مثلا مسجد یه جایی، یه پسر بچه اونجا نشسته بود، گفت تا من میرم و برمیگردم تو مواظب مغازه باش. گفت من رفتم تو فکر که یه مغازه دار وقتی میخواد نیم ست یه ست بره مغازه شو به کسی میسپره، آیا میشه پیامبر خدا، مثلا ما کار به آیات روات عقلی، آیا میشه پیامبر خدا دینی که اومده بعد از او پیامبری نیست، دینی آورده که دیگه ابدی است، قید زمان و مکان و افراد خود، آیا میشه پیامبر مردم رو به حال خودش رها کرده باشه؟ نمیشه. لذا مخالفین و معاندین تو قرنای اخیر مثل البانی دن، نمیشه حدیث قدیر رو انکار کرد. خیلی که طالبانی حرفا نمیخوایم بشیم، القدیر هست، ابن عساکر شامیه، قرن 56 بوده، 499 به دنیا اومده تا 500 خورده بوده، این شامیه، در تاریخش دمشق در توسط امیر اونجا جلد دوش مفصل روایات آورده، اون مناشداتی که خود امیرم در قصه قدیر داشت، از صحابه نقل شده و و و قصه قدیر. لزوم بودن در خود معنای ولی رو تعریف کردن، گفتن این ولی به معنای دوسته. و عجیب اینه که بخاری در کتابش میگه که از قول عمر سار ابوبکر ولیم من بعده، خود عمر از لفظ ولی حکومت میفهمه، خلیفه بودن رو میفهمه، سرپرستی رو، این لفظ بخاریه، سار ابوبکر ولیم من بعده، ولی شد. خود اینا امر به اصطلاح از ولی معنای حکومت میفهمن، سرپرستی میفهمن، معاصران حادثه همون روز شعرهایی که گفتن، بله بله، تمام این سخنانی که گفته شده، همه اینا مفهوم سرپرستی، سرپرستی داره، نه اینکه دوستی صرف باشه. اینه که الان حالا عمده حرف همین، خلاصه حرف کنیم که این که آقای همه سفارش شده به امر ولایت بره که تمام اعتقادات، اخلاقیات، به قول فرمایش شما از قبل از تولد، در هنگام بارداری، تولد، مشی زندگی تو این دنیا، بعد عالم برزخ، اصلا برزخ چی چیه، قیامت چی چیه، اینا همه رو باید دفتر خونه اهل بیت و به کمک اهل بیت از قرآن چیزی فهمید. اضافه بود کتاب الله و اطرتی، عمده حرف اینه، صرف این که ما منظور نبود که فقط هم از مقامات و شونات بالای ولایت بخواهم حرف بزنیم، نه، ولایت این هم اهمیت داشته، همین که اون کسانی که اومدن دنبال ولایت
نجات پیدا میکنه و اونهایی که نیومدن دنبال ولایت سرنگون شدن. و روایات هم خیلی داریم، ان الابرار لفی نعیم، خیلی آیات قشنگیه. و ان الفجار لفی جهنم یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. ابرار توی بهشتن، همین الان هم تو نعیم هستن، همین الان نعیم ولایت هم به حسابات اسلام هست. بله گذر زمان هم ما چون گیرش هستیم باید ردشیم تا اون وقت ببینیم. و ان الفجار لفی جهنم، جاسلی وقتی در ارشاد قلوب دیلمی هست، مرحوم عزیزی هم در بهار نقل کرده که رابطه دنیا و آخرت چیه، فرمود ان الدنیا فی الاخره و ان الاخره لمحیطتون به دنیا. چطور روح من شما احاطه به جسممون داره، به تمام ذرات ظاهر و باطن جسم من شما احاطه داره. حالا بازی روایت هر کدوم خیلی حرف داره، آخرت هم همینه. وقت فجار الان تو جهنم هم. بله وقت یسلونها یوم الدین، این واژه یسلونها و سله زیاد تو دم ترجمه میکنه این در خواهد اومد، طور نیست خواهد اومد. اما یه معنای قشنگترش اینه که یسلونها مثالش اینه که کسی آقا عمل جراحی میکنه، این وقتی عمل جراحی کرده خب تا زمانی که بیهوشی احساس نمیکنه، اونجایی که بدنش پاره کردن و درد، وقتی اثر بیهوشی میره حال دردش شروع میشه. یسلونها معنوش همینه، فجار دشمنان خدا و پیغمبر آلش الان هم تو جهنمن. کی این سوزشش رو احساس خانه کرد؟ یوم الدین. بعد آیه بعدی عجیبه، و ما هم انها به غائبین، اینا از جهنم غائب نبودن. اینجور نیست که الان ما دنیایی مثلا، بله بله آخر. الانش هم از جهنم غائب نیستن. یه حالا حرف خیلی، خدا انشاءالله به حق امیر المومنین به ماها توفیق پیروی بده که اهل بیت رو در همه مسائل الگوی خودمون بدونیم، در مسائل اعتقادی عملی، در نماز، روزه، ذکر، قرآن خوندن و همه چیز. بله آقا، این روایت رو حضرت عالی برمایه مقداری صحبت بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند اتدری به ما عمرو، حضرت خودشون هم جواب میفرمایند، میگن که عمرو به معرفتنا و ردو الینا و تسلیم لنا. این چینش این سه نکته کنار هم ظاهرا حرف باید داشته باشه. بله حرف داره که اولش چیزی که فرمودش که اتدری به ما عمرو، به چی شده؟ عمرو به معرفتنا، اول معرفت، اول معرفت و ردو الینا، نه علینا، الینا به ما برگردونن هرچی رو که نمیفهمن. و موضوع دیگر از تسلیم و لنا، روایت دیگه هم داریم تو همین کافی که کسی که تسلیم ما باشه. خیلی روی مطلب چیز شده، اصلا اسلام خودش تسلیمه، تسلیم خدا بودن، تسلیم احکام خدا بودن. منتها اون چی که عمده است اینه که باید این حالتش رو دیگه لطف کنن، خودشون کرم کنن دیگه. این حالت یکی گفتگوش انسان میکنه، یکی اون حالت یه حالتی دیگه. اون منتها دست ما، مقدماتش دست ماست، رعایت حلال حرام، چشمش انسان مواظب باشه، گوشش رو، دلش رو، قلبش رو و چیزای دیگه. ما روایت متعدد هم داریم که من چند جور روایت، یکی پنج تاش رو ذهنم، حالا چهار تاش بیشتر رو ذهنم نیست. من عمل به ما علم کفی ما لا یعلم، کف الله علم ما لا یعلم، علمه الله علم ما لا یعلم، اورثه الله علم ما لا یعلم. انسان به همون چیزایی که میدونه حلال حرام خدا، همون تکالیفش انجام بده، مرتبه بعدی رو عرض کنم خدمت شما که یاد انسان میدن. یه روایتی است در کلمات مولا علیه السلام، همش قشنگه ولی خیلی حرف در این کلام هست. فرمود کل و آن، هر ظرفی رو وقتی یه چیزی درش میذارن یزیق و زیغ میشه، تنگ میشه. این لیوان خدا آب که توش ریختن دیگه پر میشه. الا و آل، الا ظرف علم، معرفت. حضرت نفرمود ظرف معرفت تنگ نمیشه، فرمود ید تسه باز میشه. لذا اونایی که خدا بهشون لطف کردن اینه که حال همیشگیشون اینه. من کوچکتر ازم که حرفا رو بزنم و بقیه حرفا تو، اما یادم احساس خود بکنه که اون که خدا بهش داده علم معرفت یا جهله، چون علم خضوع میاره، خشوع میاره، نورانیت میاره، جهله که آدم سینه‌شو میده جلو. علم خضوع خشوع میاره، معرفت خضوع خشوع میاره. و عرض کنم خدمت شما، باید انسان اگر به آدم لطف کنن، آدم در هر مرتبه‌ای که هست
حال همیشگیش اینه که هیچی نمیفهم از یه عالم وجود، یعنی یک حقیقتی که هست در عالم نفس الامر یه مقداری بهش میچشونن که تو هیچی نمیفهمی و اونی که ما به تو میفهمونیم مقداری نفهمی تو رو به تالی میکنیم. زمه تعبیر ما شاید تخت درست نباشه گفتنش، شاید همه که من وقت زیاد عرض میکنم که ما عالم و دانشمند نداریم تو هیچ رشته ای. این هم که میگیم فلانی عالم دانشمنده چه در علوم تجربی، یعنی بی سوادی خودش رو بیشتر از دیگران فهمیده تا بدان جا رسید. بله. دانش من که بدانم همین. الان ما مثلا فرض وقتی صحبت از مغز میشه ما یاد مغز کله پاچه و گوسفند میفتیم و چرب چیز، اما یکی که فوق متخصص مغزه حقیقتا نه اینکه از مغز چیزی بدونه، اما ما به مغز خیلی ساده نگاه میکنیم، او خیلی پیچیده نگاه میکنه. اینه که وعاء ظرف علم و معرفت یه چیزی که وقتی خداوند بهش عنایت کرد و به تعبیر بعضی حال این تعبیر بالاترشه این مسامت که به ما گفتن که نه که چیزی تو جیبتون کنی، این عوارضی که به خودت چسبوندی از این دنیا بکن، خودت سبوک میشی، کندی میشی می بالا، خودت کندی میشی می بالا، هر چی میدی بالا معرفت بیشتر میشه، ظرف وجود انسان بیشتر میشه. بسیار عالی استاد، شما رو خسته کردیم، از شما تشکر میکنم و امیدوار هستم که این برنامه انشالله ادامه پیدا بکنه، حالا وعدشو بعدن نه بلا فاصله به بینندگان میدیم که انشالله در این برنامه خدمت شما خواهیم بود. اگر امری ندارید فرض اینه دیم از همه التماس و دعا داریم و اینکه دعایمون در هر حال به قول اون بزرگواری فرموده بود که همه ی عوالم وجود دستشون به طرف امام زمان درازه و واقعا هم همینه، چون اون وجود مقدس واسطه فیضه بین ذات مقدس خدا و هر آنچه که هست و حضرت دستش به طرف ما درازه که ما دعا کنیم برای فرج حضرت، تعجیل در فرجش. خدا انشالله به همه ما توفیق بده حال ما این حال بشه که احساس محبت اون وجود مقدس، احساس نیاز به وجودش هر زمان که میگذره بیشتر در دلم احساس بشه و دعای اصلیمون و فرعیمون و همه دعاهامون در باب فرج حضرت بشه انشالله، خصوصا در مواقعی که مزان استجابت دعاست. ما از همه التماس دعا داریم. حاج آقا راجب موضوع صلوات، ذکر صلوات چیزی دم دستی دارید؟ دم دستی صلوات باز یکی از عجایب صلوات، یکی دو روایت هست کنم، روایت قشنگیست. یه روایت هستش که عیون اخبار رضا جلد دو باب 42 یه روایت، اون روایت اینه که وقتی مأمون اذیت میکرد شیعیان وجود مقدس امام رضا رو، امام رضا ناراحت شد، وضو گرفت نماز، بعد دستشو که بلند کرد یا علی یا رفی سل علا من شرفت السلا تو السلا تعالی، خیلی این حرف داره، خیلی ما نمیفهمم معنیش، یعنی کسی میتونه بفهمه معنیش که معنای الله اکبر بفهمه و من خیال میکنم اولی آخری نمیتونن معنای بسم الله چی چیه، نماز چی چیه. امام رضا فرمود درود بفرست بر کسی که شرافت نماز به واسطه صلوات بر او است در نماز، این خیلی حرف داره. یا باز یه روایته که محتضر حسن ابن سلیمان نقل کنه، امام صادق یا ما فرمود به راوی میدونی چرا خدا نماز رو بر شما واجب کرد؟ مثلا نصرانی ها مسیحی ها هفته یه بار میان کلیسا، کجا در حالی که مشغله داره روزی پنج بار، حالا واجبش غیر مستحبش، راجب عرض کرد بفرمود فرمود که در به خاطری که در نماز ذکر خدا و ذکر ما شده، ذکر خدا و ذکر ما شده. و باز این یه روایتیست که روایت عجیبیه که اگر کسی تشهد نمازش قبول بشه باقی نمازش قبوله، که باز خود صلوات هم توحید درش هست، هم ولایت، همه چیز در صلوات هست. باز یکی از روایات بسیار عجیب که وافی نقل کرده، حالا وقتی با توفیق باشیم باز بشین روایت چراش، همون رحمتا للعالمین باز بشه، که فرمود اگر کسی صلوات بفرسته بر محمد آل محمد صلی الله علیه وسلم، خدا در 10 صف از ملائکه بر او صلوات میفرسته و لم یبق شیء مما خلق الله الا صلى علیه، هیچ ذره از ذرات وجود نیست الا که بر اون درود میفرسته. برهانش هم اینه که به خاطری که ما وقتی طلب رحمت میکنیم از طریق اهل بیت محمد آل محمد باید به ما برسه، و این از یقینیاته که حالا تمام عوالم وجود از ذره از نور خاتم خلق شده،
رضا محمد هم اسم نیستن، حقیقتیست در همه عالم. چطور این برق بلا تشبیه لایان از این مسیر سیم باد رد بشه؟ این رحمت خدا وقتی قرار به ما برسه، به مخلوق برسه، ما در حقیقت طلب رحمت برای خودمون میکنیم وقتی صلوات میفرستیم. لذا فرمودن اول دعا صلوات بفرست، دعا آدم تموم شد صلوات بفرست. خدا کریم تر از اینه که این دو طرف رو قبول کنه و این وسطش قبول نکنه. لذا وقتی خدا ما صلوات میفرستیم، خدا میخواد به ما رحمتش بیاد، باید از اهل بیت بگذره. اهل بیتش هم تمام عوالم وجود از ذره از وجودشون خلق شده. لذا لم یبق شیء مما الا صلى عليه. باز یه روایت دیگه هم هست که اونم روایت بسیار قشنگی اینه که وقتی خدا حوا رو خلق کرد، آدم میل پیدا کرد به طرف حوا. خب انس بگیره، هر چی بودن که در قرآن هست که ما زن رو خلق کردیم برای که انس بگیره. جبرئیل اومد خدمت آدم، گفتش که چه میخوایی بکنی؟ گفت میخوام با هم مأنوس بشیم. گفت باشه، من کار دنیا حساب کتاب داره. گفت حساب کتاب چیه؟ گفت باید صیغه عقد بخونیم. گفتم عقد میخونیم. گفت باید مهریه بدی. گفت مهریه میدی؟ گفت مهریه چیه؟ جبرئیل عرض کرد که مهریه حوا سه تا صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه وسلم هستش، که از این روایت برداشتم که همه توفیل سه تا صلوات هستن، نه توفیل اهل بیت. تو فعیل سه تا صلواتی است که آدم فرستاد بر محمد آل محمد صلی الله علیه و سلم. و کتاب‌های حالا سوار اعمال شیخ صدوق هست، جای دیگه از کتاب فضائل صلوات مرحوم اردکانی است، کتاب خیلی هم در باب فضائل صلوات هست. من تا اینم هست بالا دیگه در که فرمودش حضرت که چند تا چیز پشیزی نمی ارزه، ارزشی نداره. یکی نماز از روی عادت. نماز باید از روی نیاز باشه. چطور آدم ظهر که میشه، غروب میشه، صبح احساس گرسنگی یادم میکنه گرسنه شده. نماز باید از روی نیاز باشه. نمیگه حالا اگه نخونیم حالا تو نیستیم، نخونیم که چوب داریم. باید وظیفه‌مون نماز بخونیم. اما فرمود نمازی که از روی عادت باشه، آدمو پیش از صلات و معراج المؤمن، یه نمازیه که از روی نیاز باشه، آدم احساس نیاز کنه به نماز، روحش احساس نشه. یکی نماز از روی عادت فرمود، یکی هم فرمود آقا ذکر با غفلت نمیبره بالا. حالا این دهنه دو میچرخونیم، بد نیست، چیز بدی نیست، بالاخره آدم به حرف چیز نزنه یه ثوابی هم داره، بله، ولی اون نیست. یکی هم فرمود صلواتی که بفرستی و حرمت پیغمبر آدم نگه نداره. یعنی روایات که در با فضل صلوات همینه که آدم وقتی صلوات هم میفرسته باید حرمت پیغمبر رو در عملش، گفتارش، کردارش، عقایدش، کاسبیش، احسان به خلقش، در اون که وظایفش هست، حرمت پیغمبر رو نگه داره. بله، پس عزیزان بیننده روشن شد چرا این همه میگیم ذکر شریف صلوات بر زبانتون جاری باد. من معتقدم ده ها اگر نگم صد ها بار این رو از برنامه های مختلف عرض کردیم، همیشه ذکر صلوات بر زبانتون جاری باشه و فرمایش استاد سعی کنید آگاهانه صلوات بفرستید. چقدر خوب آدم با خودش عهد ببنده، بگه دست کم حداقل روزی 100 بار انسان صلوات بفرسته. خیلی ما اوقات داریم که کاری نمیتونیم بکنیم، در حال حرکتیم، جایی هستیم، ذکر صلوات حداقل حتی اگر هم با غفلت باشه. بفرمایش استاد نه اینکه بی ارزش است، ارزش آن کم است. اولا باید انسان ذکر صلوات رو آگاهانه بگه و بدونه داره چی میگه، و اگر نشود معنیش این نیست که ترک کنیم. بله، ترک کنیم مثل نیست. نماز میمونه، اگه نیازمند نماز نیستیم پس نخونیم که نمیشه. در هر حال انسان باید نمازشو بخونه. بهم این رو واجب کنیم بر خودمون ذکر صلوات. من کسی رو میشناسم از زمان نوجوانی با خودش عهد بسته روزی 100 بار حداقل صلوات بفرسته، توی مسیر، توی راه، توی شرایط مختلف داره کاری رو انجام میده، این زبانش همیشه به صلوات بچرخه. و چرا صلوات برترین ذکر است؟ بخاطر اینکه فرمودن ذکری برتر از صلوات نیست. آسمان و زمین رو بگردید، هیچ ذکری به پای صلوات نمیرسه، چون همه از کار در دلش نهفته است. صلوات که بفرستی تکبیر گفتی، صلوات که بفرستی تحلیل،
استغفار ارزم به حضورتون و همه از کار لطیف دیگر در ذکر شریف صلوات نهفته است. پس از الان با خودتون عهد ببندید، بگید از الان به بعد ما نمیاد روزی که حداقل 100 تا صلوات نخواهیم فرستاد. اینم ببخشید بفرمایید که این صلوات هم خوبه که به نیت سلامتی به فرج حضرت بله. باشه و به خصوص بله. نیابت باشه، به خودتون بگید به نیابت از مثلا حضرت ابوالفضل عباس هدیه میکنیم، مثلا به حضرت نرجس خاتون برای سلامتی و تعجیل فرج مولایمون امام زمان. پس حتی همین امر که من دارم عرض میکنم خدمتتون، فرشتگان نمیتوانند اون رو به شماره بیارن. این حدیث ها حرف خونی فرزاده نیست، این حدیثه که پاداش صلوات رو، ثواب صلوات رو خدا می نویسد نه فرشتگان. دعای خیر هم فراموشتون نشه، ما داریم التماستون میکنیم و البته نقد و انتقاد که دیگه جای خود دارد. خدا نگهدار شما، خدا حافظتون.